به نام آن که یادش دوا و ذکرش شفاست. سلام عزیزان و بیندای عزیز برنامه بانو، خرسند هستیم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزا قرار داریم و امید است که هفته خوش را آغاز کرده باشین. امروز روز شنبه هست دوست عزیز، باز هم در خدمت شما عزیزا قرار داریم و وقت نشر برنامه شما عزیزا فرا رسیده. خواهر ما که میخواین به برنامه زنگ بزنن به 866-56 زنگ بزنین و خواهر ما که خارج از کشور هستن میخواین به برنامه زنگ بزنن 0796-00-866-56 ادای بکنن و همچنان خواهر ما که به 456 پیام میگذارن هر وقت و زمانی که خواسته باشین در جریان برنامه نی خواهر عزیز، چرا که من بعدا پیام ها رو وقتی که چک میکنم در جریان برنامه خواهر ما زنگ میزنن، فکر میکنن که همین برنامه لایف، وقتی که شما زنگ میزنین به 866-56 زنگ بزنین. سایر وقتا شب باشه روز باشه هر وقت و زمان که آرام باشین ریلکس باشین میخواین به 456 پیام بگذارین، فقط 456 ادای بکنین، کلید 1-6-3-2 فشار بدین و پیامتان را بگذارین. منتظر تماس های شما دوستان هستیم و بعض اوقات مشکل در تلفن می داشته باشیم، امید است که امروز تلفن دوستان را بتانیم بگیریم. در غیر دو تماس های شما دوستان هست و تا وقتی که تماس های شما دوستان را می داشته باشیم میریم یک پیامه که از طریق 456 مواصلت برزیده می بینیم که از کدام دوست ماست و چی مشکل را با ما در میان گذاشتن. سلام علیکم دکتر صاحب، خوب هستین؟ ما یک مشکل داشتم دکتر صاحب که یک بچه از تقریبا 5 سال است که دوست دارم و خواستگارم روان کردن، ولی یک مشکل دارن که برادر کلانش نامزد نشده، برادر اولیش هم نامزد شده، باز سومی نامزد شده، باز همی باقی مانده. حالا برادر خودش است که امر ما یعنی میخواه نامزد شده، ما دوستش دارم، برادر کلانتر از این نامزد نشده. دیگه در ضمن از یا میگن منتظر باش تا که این برادر دیگه شم نامزد شون، یک دفعه دو دفعه به خانه ما خواستگاری هم اومدن ولی منتظر هستن که برادر دیگه شم نامزد شون. اما یک خواستگار دیگه هم پیش ما میگه بسیار پولدار هستن و فامیل هم با بسیار رضایت داره، دیگه او هم خوب مردم هستن، خوب فامیل هستن. دیگه ایت نمیفهم که چیکار کنم دکتر، به من مشوره بده. خدا حافظتان. خب سلام هایتان علیک خوارگل، و یکی گفتین که پسر شما دوست دارین و اونو پسر در خواستگاری هم آمدن، ولی مشکلشانی است که یک برادرشان تا بال اونا نامزاد شدن و از اونا که بزرگتر هستن. خب این در خانواده، بعض خانواده هست که این مسئله را زیاد در این مورد فکر میکنن و زیاد ارزش قائل هستن در این زمینه، در حالی که مسئله مهم نیست که یک کسی. خب در خانواده ما شاید هستم که 5 تا برادر بدن، در بین 5 تا برادر اون برادر آخریش وقت نامزد شده، برادرهای دیگهش مانده. ای به این معنی نیست که خب اگر اینطور شون در خانواده ها که همین برادر بزرگ با دوم سیم اگر بنابد، ولی به این معنی نشه که وقت دیگرها رو ضایع بسازه و بالاخره که برای برادر کوچک بیچاره وقت میرسه بالاخره او سن سالش زیاد شده باشه، این درست نیست. اگر مثلا بعد خانواده هست همین برادرش، یک برادر بسیار زیاد تمایل به ای داره که نامزد شه یک کس را دوست داره، ولی یک برادر بزرگترش هیچ اصلا به این فکر عروسی نیست و تا بعض اوقات یک نفرت هم داره از این موضوع، ولی شرط بوده نمیتونه. اگر این موضوع رو اونا میگن، خب اونا که به خواستگاری تان اقدام کرد به این معنا که خانواده خود را قناعت دادن، اگر قناعت ندادن چرا به خواستگاری شما اقدام کردن؟ حال اگر این موضوع را میگن شاید کدام موضوع دیگه هم در بین باشه. و از طرف دیگه همین موضوعی که گفتن که یک کس دیگه هم بر ما خواستگار می و مردم خوب هم هستن، خب مسائل پولیش مسئله جدا هست، 100% در زندگی و قدر رول اساسی نداره، 50% قبولش میکنی مسائل اقتصاد هم. چرا زیربنای یک جامعه را اقتصاد تشکیل میده، زیربنای یک خانواده را اقتصاد تشکیل میده، ولی بعضا چیزهای معنویات هم هست که او هم رول داره. ولی من فکر میکنم که شما هم اوقدر زیادتر ترجیح دادین همین مسائل، زیاد فکر میکنین که تشکیل خانواده بدین، اوقدر تمایل شدید به این موضوع شما ندارین که حتما با امو پسر ازدواج بکنین. خب ترجیح دادین که حق اولیت بر از اونا دادین، ولی همین تمایل دوم شما هم که ایجاد شده، میگن که یک فامیل بسیار خوب است و فامیل ما هم رضایت دارن
و میگن بچه هم بچه خوب است. به این معنی است که شما 100% گرایش به طرف از اونا زیاد ندارین. شما فقط میخواین که تشکیل خانواده بدین و این گپ خوب هم است. ولی به نظر من حال شما از او پسر فقط همقدر بخواین که خانواده خود را به هر شکل که میشه قناعت بتن. به خاطر که این مسئله ما زیادتر دیدیم در بس و از خانواده هایی که اینمی مسئله را زیاد مثلا پسر یگان بانهای مختلف کرده، بانهای گوناگون کرده، گپای مختلف گفته، ولی فردا روز امو دختر رها کرده. 4 سال، 5 سال، حتی 10 سال از زندگی از دختر حبس سپری شده. عمر چیزی است که دوباره پس نمه. مسئله بسیار مهم است. این دست کم نگیرین خوارقه. اینا کس باید با زندگی شما بازی نکنه. این هم مهم است. یعنی اگر دختر بعدا مشکلات در خانواده خود داره، این خود ما درک میکنیم که دخترها مشکلات دارن، نمیتونن آواز خود را بلند بکنن، چون جامعه ما جامعه مردسالاری است. ولی پسرها اگر بعدا یکان گپا را میزنن، به نظر من این گپشان نادرست است. یعنی خانواده خود به هر شکل اونا قناعت داده میتونن که باید این کار بکنن. اگر یکان موارد هست، یکان اینجا گپایی که میگن که این کار باید نشه و باز فلان نشه و گپ باشه، به نظر من این کار درست نیست. شما خوب دقیق بیندشین. ولی اگر به نظر من میکنین، نظر من خو یک نظر برتان میتونم، امی کسی که از شما خواستگاری کرده و فامیلتانم رضا هست، راضی هست به میگپ، اگر در این مورد فکر بکنین که فردا روز کدام مشکل برتان ایجاد نشه، اگر به می شما اگر رضایت نشان بتین، به مراتب بهتر است. چرا؟ اول یکی تمایل شما هم تا اندازی با اینا هست، یک موضوع. و موضوع دیگم فامیلتان کاملا راضی هست. اردو گپ بسیار خوب است. به خاطر از اینکه فامیلتان کسی را که میخواه شما از یک زاویه دید میبینین، تنها مسئله دوستی را فکر میکنین، ولی فامیلتان تماما بودایش در نظر گرفته و بالاخره یک تصمیم میگیره. جمع از این که یک بود شما میبینین، تماما عباد شما هم در نظر گرفتن. به نظر من اگر شما به گفت فامیلتان بکنین، این بهتر است نسبت به این که در صورتی که او پسر استاده باشه واقعا فامیل خود قناعت بده، خوب مسئله جداست. اگر ندادن، کوشش بکنین که اگر همین موضوع را شما با مشوره با بزرگای فامیلتان اگر راضی شین، به نظر من بهتر است. بر صورت دوستای عزیز، باز هم منتظر تماس های شما دوستا هستیم و یک وقفه کوتاه میگیریم. دوستای عزیز، بعد از وقفه بازم خدمت شما حاضر میشیم. بازم خوش آمدین دوستای عزیز، با شما هستیم و یک پیام دیگر که از طریق 456 مواصلت ورزیده، ببینیم که از کدام دوست ماست و چی مشکل دارن. بله، سلام علیکم دکتر فی، خوب هستین؟ من سناف اسمم از دالوان به تماس کردین دکتر فی، مطمئن یک مشکل داشتم. خدا کنی مشکل من حل کنی، نگه امروز میشه امروز بگوین، نگه نمیشه فردا باید 100% بگوین. من تقریبا 6 ماه میشه که نامزد شدم، نمیشه 6 ماه نامزدم نیفهم خوش نبود، قسمی مورد شده نامزد کرده بود. نگه من همیشه از ما در بین ما جنجال بود، به خاطر این نمزد بودی از طرف شب جنجال میکرد که برو به طرف بگو که من از طرف شب بیایم، برنا میگو که زبان من از زبان خود بگو. تقریبا این جنجال ها شد که من به پرم گفت که میگه پره، پس زبان خود پس کرد که گفت مریض نگفتی میگه پره، دخترتان خودش میگه من میخواهیم. دگه پیش از این بود که در بین ما بود یک جنجال شد، دگه دیگه به مایه هم گفت که ایج من دختر تا کار ندارم، تو پیش از اید دیگه رفتن همه تو دیگه ایج ایدی هم نهاردن دهید هم نامه نهارم تو چگه اون چپ مانده هم چپ مانده اینا لینا مانده که چی کنی شما برای ما یک مشوری خوب بتید، یا امروز یا فردا. خداحافظ. خداحافظتان. خب سلامایتان علیک صدف جان. یک چیزی هست که ما یک مشکل داریم. مشکل ما در جامعه ما در بعضن از خانواده ها قسم هست که فقط منتظر یک موضوع را متوجه هستن که بچهشان جوان شده، یک کس را میگه که پشت فلان دختر برین بر موره بگیرین. ولی مسئله دیگه شه، هیچ خانواده تماما خانواده را نمیگن، بعدا از خانواده متوجه زنیمی نزاکت ها نیستن که چون
پدرشان هم قبلا با مادرشان نامزاد شده، همین مسائل میفهمن، تمام مسائل زندگی ره. اون بچه خود بفهمانن بشانن برش بگه بچه نامزاد بودن یک جز مسئله است، ولی نزاکت های خانواده را، نزاکت های از اجتماعی را، نزاکت هایی که باید بین دختر و پسر، بین نامزادها باید، مسائل که باید او را یک پسر در نظر بگیره، همین مسائل برش بگه در جن بزی. گرچه من شاید ازی هستم که در بس و از خانواده ها همین مادر بر دخترشان فاماندن، برشان گفتن که با یک نامزاد خود چگونه رفتار بکنن، کدام موارد باید در نظر بگیره، این موارد برشان گفتن دخترها تا اندازه میفهمن، ولی در بعضا بچه ها ما دیدیم که اینمی نزاکت ها را در نظر نمیگیرن. ببینین از همه مهمتر باید که انسان اینمی نزاکت ها را باید کاملا درک بکنه، بفهمن. ادب، امی ادب باید داشته باشن، امی اخلاق باید داشته باشن که یک کس با ناموس خود، کسی که اونم نامزادش خانم آیندهش هست و ناموزش هست، با ناموز خود انسان چگونه باید برخورد بکنه، کدام نزاکت ها را باید در نظر بگیره. بعضی ها هست که نمی نزاکت ها را کاملا در نظر نمیگیره و هر چی که از امی زبان شامد یا هر چیزی که میگن که این کار را بکنین یا این کار را بکنین، بازو که نکر باز فردا روز باز بینشان یک خفگی، باز یکان مشکل ایجاد میشه، یا بعض کسا هست که باز جدی میشن، باز امو انگشتر را دست خود میکشن، امو علقه نامزدی را دست خود میکشن، یا این گپا زیادتر دیده شده. این وظیفه اساسی خانواده هست که یک بچه را، اول مهم بچه است، امیره باید که متوجه زی باشه. در یک خانواده ای که ما شاید ازی هستیم که خانواده که لحاظ اخلاقی در سن در یک وضعیت بسیار خوب قرار دارن، مثلا پدر مادر اونا را تربیه بسیار خوب کردن، همین نزاکت ها را از اوائل می فهمن، اصلا این گپا با وجود نمه و هر قدر با این انسان ها مثلا عمت یک بچه را وقتی که نامزادش میبینه، هر قدر که هر قدر با اونا تماس میداشته باشه، با مو اندازه زیادتر و زیادتر محبت جدلش اضافه و اضافه تر شده میره. یا برعکسش، یگان کسایی که همین نزاکت ها را نمیفهمن و بس بسیار جاهلانه رفتار میکنن، هر قدر که امو دختر با مو نامزد خود بیشتر آشنا میشه، با مو اندازه از اون نفرت میکنه، به خاطر از این که باز اونا کاملا خود اوپن میسازن، کاملا باز و هر چیزی که به زبانشان آمد، یعنی متوجه امین نزاکت های اجتماعی نمی باشن. این مشکل اساسی هست که باید خانواده ها در نظر بگیرن. حالا مشکل خود تا که گفتی که با من اطور یک رفتار میکرد، برای من میگفت که از طرف شب بگو فامیل تا که من میایم باز این موضوع، خب شاید اونا یک راست داشتن ناقی این موضوع بر خانواده تان گفتن. ببینید بعضا مسائل میشه که بین نامزادها یگان گپایی میشه، همی گپا را شما با خانواده تان اصلا نگوین، یعنی میشه شما با منطق امو جان مقابل قناعت بتین. بار بکنین که بسیاری کسا هست که دخترای جوان بس از مسائل میفهمه، وقتی که نامزادش یک موضوع را میگه که مثلا او خلاف بعضا عرفانانه خانوادگیشان میباشه، در حالی که این کدام گپ نیست، قنا شما را دوست دارن میگن که شبانم به روز به یا هر چیزی که به کدام گپ نیست، ولی در بعضا از خانواده این مسائل بسیار اساسیت برانگیز است و باعث از این میشه که یک خانواده شدیدن نفرت ایجاد شه. ولی عکس مسئله عکس برتون بگویم، هر قدر که آیسته آیسته امی وقت خودش جوابگوی بسیار گپا هست، امی خود زمان هر قدر که آیسته آیسته اینمی امی موضوع آیسته آیسته اضافه و اضافه تر میشه، خانواده تانم اینا را خوب میشناسن. باز بار بکنیم، ما در بسیاری خانواده دیدیم که خود امی پدر و مادرم و دختر گفته که بچه از طرف شوانه چرا نمی، چرا یک هفته ناورده، خود امی پدر و مادرش زنگ زده که کجاست امروز، داماد ما چرا نامده. این موارد بوده در خانواده ها، ولی مراحل اولش که اساسیت برانگیز است، باید که اینمی مسئله را شما هم متوجه باشین، فامیل پسرم باشه، خود پسرم باشه، و شما با نسایی سودمندتان میتونستین که اونا رو تغییر بتین. حالا که اونا مثلا مسئله به یه رسیده که برای مادرتان گفتن که حالا من دخترتان کار ندارم، این گپا گرچه در ما زیادتر در جامعه خود میبینیم، بازم برتان بگم که این مربوطه ادب و تعلیم و اخلاق یک پسر میشه، ولی با آن هم یگان تا به خود حق میده که هر چیزی که از زبانش برآمد بگویه. ولی حال ما از شما میخوایم که
متوجه از این موضوع باشین و امرای از پسر خیر فرق نمیکن شما کسی زنگ بزنین و برشان بگوین که همی کار از کردن است، متوجه اشتباهش بسازین با بسیار محبت صمیمیت. ما بارها گفتیم که مردم ما در نه تنها مردم ما در تمام دنیا انسان در مجموع چیزی که همیشه نیازمند به او است به مهر، محبت، دوستی، صمیمیت است. هر قدر که شما برای زنها صمیمیت بتین، دوستی بتین، با صمیمیت امرشان برخورد بکنین، به مو اندازه اینا تغییر میکنه. پس به او خاطر اول شما صحبت بکنین، کتیش گپ بزنین، حتما شماره تلفنشان هست، برای کتی فامیلشان هم صحبت. شما اگر نمیکنین مادر تانه بگین که امراش فامیلشان صحبت بکنه، یک چهار تا بزرگ گپ بشانین که کتیشان گپ بزنن که اصل موضوع که وقتی که حل شد دیگه موارد باز آیسته آیسته حل میشه. و یک چیزم صدف جان برد بگیم که در بس از خانواده اینمی پرابلم و اینمی مشکل هست. پس به او خاطر شما هم کوشش بکنین که مبارزه مثبت بکنین تا که این مشکل حل شه. وقفه کوتاه داریم دوست عزیز، بعد از وقفه بازم خدمت شما حاضر میشه. وقتتان خوش دوست عزیز. یک پیام که از طریق 456 مواصلات ورزیده میشتیم. پس کدام دوست ماست؟ بله سلام علیکم، من مینه هستم از خیرخانه به تماس شدیم و برنامه بانو میخواستم یک پیام بانوم به دکتر شاید. ما در خانه 3 تا زن ایور دارم، می خوشویم امرای ما بسیار. من نمی فهم چرا، به خاطر که زن ایور کلانم یکمی مداخلات میکنه در بین فامیلی ما، من نمی فهم چی دارم. خب مینه جان مشکل شا شنیدین دوست عزیز. مینه جان یک چیز است، بعض اوقات لحاظ روانشناسی میگه یک مشکل یک کسی که خودش یک بالایش یک ظلم صورت گرفته باشه، با وجودی که از اون ظلم متنفر است، ولی کوشش میکنه که اون امور بالای امنه بخواد بقبلونه، بالای خودش هر گپ کشده. مشکل تو هم یکی است در خانواده هایی که مثلا دو خانم اول چهار خانم ایور یک جای زندگی میکنن، باز امو کلان چون آغاز در آغاز آمده بعضا بالای خودش یکان مشکلات آمده، ظلم و ستم صورت گرفته، یکان گپا باز این وقتی که در بعضا خانواده های ترست که وقتی که یک خانم ایور در آغاز می مشکلات به خصوص خود را داره، دوم که می باز اول یادشان میره کل مشکلات بالای دوم می باشه، سیم که می با دوم یادشان میره کل اگه سر امی مشکلات سر خانم میبر سیم می بر صورتش. یک چیز به خاطر داشته باشین که گفتین خوشویتانم از وضعیتر مایه میکنه، این موضوع هست، ولی شما باید که متوجه بعضا نزاکت ها باشین، یعنی رفتار خود شما هم میتونه که رفتار خوشویتانه از ایورتانه و بالاخره از شوهرتانه چنج بکنه. با همکاری شوهرتان میتونین که مشکل حل بکنین، به این معنی که اگر شما بتانین که دل همه را به دست بیارین. خب در یک خانواده دل همه را به دست آوردن کار هست مشکل، ولو که هر نوع خوبی از خود نشان بدیم، ولی اکثریت هم میتونین از خود بسازین. بگذارین که یک اقلیته که اون نفشان است نتونین که اونا را به دست نبرین، ولی امو کسایی که نقش کلیدی در خانواده داره اونا را میتونین که تغییر بدین. با کدام رفتارتان؟ با نمی محبت، صمیمیت، دوستی و از خود گذریتان. و اینمی موارد اگر شما در خانواده در نظر بگیرین، مطمئن باشین که تماما موارد حل میشه. ولی بعض اوقات شما میگین که وقتی که اونا این رفتار میکنن رفتار بالمثل میکنین، نتیجه بالمثل عمو میشه که همه شما بدیدی از اونا بد جلوه میدین و بالاخره اونا را همه خوب میگن. شما کوشش بکنین رفتار بالمثل نکنین. یک چند وقت فرق نمیکنه، شما متوجه زمین گپ باشین که ولو به شکل تکتیکی باشه. ما خو همیشه نظر می است که نه به شکل تکتیکی، انسان کوشش بکنه امو کاملا خوی و خصلت خودم تو یک بسازه که برای همه خدمت بکنن. ولی در آغاز خیر همی کار بکنین، ببینین که همه چیز تغییر میکنه. رفتار بالمثل شما باعث از این میشه که شما را به نظر همه بد و اونا را یک موقف بده.
خب دوست عزیز، وقت برنامه ما هم به پایان خود نزدیک است. ناگزیر هستیم که با شما عزیز خداحافظی بکنیم تا تقدیم برنامه بعدی. تمام شما عزیز را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. علایار و نگهدار همه‌تان.